جولی از لیموژ فرانسه پرسیده با وجود سقوط قیمت نفت به های سوخت تنها اندک کاهش یافته آیا این روند ادامه خواهد یافت توماس پروشر اقتصاددان به این سوال پاسخ داده است دو دلیل نباید منتظر کاهش سیستماتیک قیمت نفت و سوخت بود اول اینکه قیمت نفت با دلار اعلام می شود در حالی که بهای آن معمولا با یک واحد پولی دیگر پرداخت می شود برای مثال در اروپا نفت را با یورو می خریم و باید نرخ برابری دلار و یورو را در نظر بگیریم دلیل دوم این است که مالیات بر قیمت سوخت بسیار بالاست این مالیات ها معمولا نرخ ثابتی دارند مانند فرانسه که ما عملا هر بار 50 درصد بهای سوخت را به عنوان مالیات می پردازیم. اگر مثال فرانسه رو در نظر بگیریم قیمت هر بشک نفت به دلار 50 درصد کاهش یافته اگر همین بها را به یورو تبدیل کنیم میزان کاهش 40 درصد است اگر بهای سوخت را با احتساب مالیات در پمپ بنزین ها در نظر بگیریم قیمت فقط 17 درصد پایین آمده سوال دوم آیا این وضعیت ادامه خواهد یافت اقتصاددانان در این باره متفق القولند که بهای نفت بار دیگر افزایش خواهد یافت ولی درباره میزان این افزایش دیدگاه ها متفاوت است همچنین این سوال مطرح است که افزایش قیمت در چه بازه زمانی وجود دارد جانس بین المللی انرژی معتقد است که قیمت نفت تا دو سال آینده افزایش خواهد یافت بعضی ها که مثل من خوشبین تر هستند فکر می کنند که سیر سعودی قیمت نفت از نیمه دوم همین سال 2015 شروع می شود واقعیت این است که هرچه آهنگ کاهش قیمت نفت شدیدتر باشد در دوره بعد با افزایش شدیدتر بها به رو خواهیم شد با کاهش تحقیقات و سرمایه گذاری التهاب بازار نفت برای تعیین قیمت بیشتر می شود به این ترتیب باید گفت که کاهش قیمت سوخت موقتی و گذراست.